بازداشت زهرا لاریجانی به اتهام جاسوسی بر اساس اخبار غیررسمی که روز یک شنبه از طریق رسانه های غیررسمی منتشر شد زهرا لاریجانی فرزند صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر شده است گفته می شود که وی با پرمنده فوق سری جاسوسی و با دستور مستقیم وحید حقانیان معاون اجرایی آیت الله خامنه ای دستگیر شده است. رئیس قوه قضایی به عنوان ارشدترین مقام قضایی در ایران مدت هاست به علت فعالیت های غیرقانونی در حوزه مالی این قوه و حساب های شخصی با موجودی کلان متعلق به این نهاد مورد انتقاد و اعتراض گسترده قرار دارد. گفته می شود آیت الله ای در پی برگزاری جلسات محرمانه برای رسیدگی به پرونده زهرا لاریجانی دستور اکید برای بررسی 63 حساب قوه قضاییه به نام شخصی صادق لاریجانی و نیز بررسی شیوه هزینه کرده سود کلان ناشی از سپرده گزاری را نیز صادر کرده است. لازم به ذکر است که افشای جزئیات پرونده مالی رئیس قوه قضایی برای نخستین بار توسط علی رزا نوریزاده در تلویزیون ایران فردا منجر به اعلام تعقیب قضایی از سوی این نهاد قضایی علیه وی در هفته گذشته شده بود. اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره ایران زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز یک شنبه در واکنش به اظهارات اخیر واشنگتن در خصوص بررسی امکان گفتگو با کره شمالی پیشنهاد داد ایالات متحده در مقابل ایران هم همین سیاست را در پیش بگیرد دونالد ترامپ توافق هسته بین ایران و قدرت‌های جهانی را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده است نماینده آمریکا در سازمان ملل نیست طی روزهای اخیر بارها تاکید کرده است که ایران به روح برجام پایبند نمانده است اعتراض اصلی آمریکا به اقدامات ایران در ضدیت با برجام عمدتا به فعالیت های موشکی و برنامه توسعه موشک های بالستیک ایران مربوط می شود. واشنگتن تلویحا اعلام کرده است که در گزارش اکتبر خود احتمالاً پایبندی به برجام را تایید نخواهد کرد در عین حال گفته است که عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به معنی خروج ایالات متحده از برجام نیست. آنگلا مرکل صدر آلمان نیست. پیش از این گفته بود که بهتر است واشنگتن در مذاکره با پیونگ یانگ از مذاکرات با تهران درباره موضوع هسته‌ای الهام بگیرد و بر اساس آن عمل کند. جمهوری اسلامی اکنون دچار این وحشت شده است که در صورت خروج آمریکا از برجام چگونه واکنش نشان دهد که از جنبه اقتصادی دچار آسیب نشود وضعیت ناگوار جسمی سهیل عربی سهیل عربی در فایلی صوتی که به تازگی منتشر شده است اظهار داشت که وضعیت جسمی بسیار نامناسبی دارد و در یک قدمی مرگ قرار گرفته است وی به اتهام توهین به پیامبر اسلام و آیت الله خامنه ای از چهار سال قبل در زندان به سر می برد و در فایل صوتی خود درخواست کرده است تا پس از مرگ او را در بند 350 زندان اوین به خاک بسپارند. مادر وی اعلام کرده است که با حضور در مجلس از مسئولان قوه مقننه خواهد خواست تا نسبت به آزادی فرزندش اقدام کنند. وی در فایل صوتی دیگری اظهار داشته است با اف رهبری دستور آزادی سهيل صادر شده است اما وی همچنان در زندان به سر می برد. عربی در اعتراض به زندانی شدن همسرش و همچنین عدم آزادی از زندان دست به اعتصاب قضا زده است. گفتنی است که رهبر رژیم ایران در پی درخواست مدیر ایران فردا برای نجات جان سهیل عربی مستقیما مداخله و دستور تخفیف حکم را داد این امر بر محسنی اژهای جانشین رئیس قوه قضاییه گران آمد به گونه ای که پس از تخفیف حکم دستور آزار سهیل را در زندان صادر کرد دیدبان حقوق بشر و اعزام کودکان افغان توسط ایران به سوریه سازمان دیدبان حقوق بشر طی گزارشی که روز یک شمه نهم مهر ماه منتشر کرده است ادعا کرده که ایران کودکان زیر پانزده سال افغان را به عنوان سرباز به جنگ سوریه اعزام می کند. بر اساس این گزارش تعدادی از شهدای لشکر فاطمیون که تصویرشان توسط جمهوری اسلامی منتشر یا در محل دفن آنها نصب شده افغان هستند و زیر 18 سال سن دارند. خانواده های برخی از شهدای لشکر فاطمیون هم ادعا کردند که سن نوجوانانشان را برای اعزام به سوریه تغییر دادند. از زمان جنگ ایران و عراق حضور نوجوانان زیر 18 سال در جنگ به امری تقریبا عادی بدل شده است. گرچه هیچگاه اجبار رسمی برای حضور نوجوانان زیر 18 سال وجود نداشته است، اما در دوران جنگ با تقویت شور دفاع از کشور، اسلام و انقلاب در آنها و همچنین با قهرمانسازی جوانان و کودکانی که در جبهه ها حضور داشتند، نوجوانان زیادی به سمت جبهه ها کشیده می شدند. نوجوانان به علت ناآشنایی با تاکتیک های جنگی و همچنین به علت کم قدرتی در تشخیص به هنگام خطرات مربوط به حملات آنی معمولا بیش از بقیه گروه های سنی در معرض خطرات جبهه هستند. کارشناسان معتقدند که در لشکر فاطمیون هم اگرچه ممکن است اجبار رسمی برای ازام این کودکان به جبهه سوریه وجود نداشته باشد اما جمهوری اسلامی همیشه نه تنها مانع از اعزام این کودکان به جبهه نمی شود بلکه معمولا زیر سن قانونی بودن آنها را نادیده می گیرد. سفر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به تهران در پی توسعه روابط تهران آنکارا که در هفته های اخیر با برگزاری رفراندوم در کردستان عراق و اقدامات گسترده دو کشور در سوریه افزایش یافته است، خلوصی کار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیمه شب یک شنبه نهم مهر ماه وارد تهران شد. وی به دعوت سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که کمتر از دو ماه قبل به آنکارا سفر کرده بود به ایران سفر کرده است. گفته می شود که در این دیدار مهمترین محور گفتگو موضوع همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و سوریه خواهد بود. اردوغان پیش از این نیز اعلام کرده بود که درباره موضوع کردستان عراق در تهران تصمیم گیری خواهد شد. تهران و آنکارا به صورت مشترک بارها مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان اعلام کرده و هر دو کشور با برگزاری مانور نظامی در منطقه مرزی با کردستان موافقت داشته و واکنش نظامی نشان دادند. اردوغان نیز طی هفته جاری به ایران سفر خواهد کرد. کارشناسان مهمترین محورهای گفتگوی ایران و مقامات ترکیه در ماهای اخیر را موضوع سوریه، کردستان عراق، دیوار مرزی و موضوعات امنیتی منطقه می دانند. اردوغان قبلا گفته بود که نقشه راه درباره موضوع کردستان عراق پس از سفر به تهران و گفتگو با مقامات ایرانی تدوین خواهد شد. واکنش های همسایگان نسبت به موضوع همه پرسی در کردستان عراق در حالی انجام می شود که سران سیاسی کردستان عراق روز یک شنبه با انتشار بیانیه ای از طرف آیت الله سیستانی مبنی بر حل مشکلات از طریق قانون اساسی و خودداری از اقدامات منتج به تجزیه و جدایی استقبال کردند. نماینده آیت الله سیستانی روز جمعه در خطبه های نماز جمعه در عراق هشدار داده بود که اقدامات یک جانبه به سوی تجزیه فضا را برای دخالت های منطقه ای در امور داخلی عراق باز می کند. دستور دونالد ترامپ به نهادهای بین المللی برای توقف پرداخت به تهران در ادامه اقدامات علیه ایران دونالد ترامپ روز شنبه طی دستورالعملی به صندوق بین المللی پول و بانک های توسعه بین المللی دستور داد که تمام توان خود را برای ممانعت از استفاده ایران از منابع مالی این نهادها به کار گیرند. دونالد ترامپ دلیل این دستور را کوتاهی ایران در مبارزه با قاچاق انسان عنوان کرده است. متهمان قتل برادر رهبر کره شمالی در دادگاه دو زن متهم به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در جریان محاکمه خود در دادگاه عالی مالزی نسبت به اتهامشان اظهار بیگناهی کردند. به گزارش رویترز این دو زن که یکی از آنها اندونزیایی به نام سیتی آسیه و دیگری ویتنامی به نام دوان تی هونگ می باشند متهم هستند به اینکه در تاریخ 13 فوریه در ترمینال فرودگاه شهر کوالالامپور گاز اصاب به صورت کیم جونگ نام برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اسپری کردند. در آن زمان کیم جونگ نام که در عواسط دهه چهل عمرش بود منتظر سوار شدن به هواپیمایی به مقصد ماکاو بوده است و بعد از آلوده شدن به این گاز شیمیایی طی 20 دقیقه جان خود را از دست می دهد. این دو زن متهم در نخستین روز محاکمه خود که انتظار می رود حدود دو ماه به طول انجامد اظهار بیگناهی کردند. هر دوی آنها مدعی شدند مورد فریب قرار گرفته و قرار بوده است در یک نمایش تنز در مقابل دوربین مخفی بازی کنند. آسیه و هوانگ تنها متهمان دستگیر شده در ارتباط با این پرونده هستند و سازمان اطلاعات کره جنوبی گفته این پرونده یک توطعه پنج ساله رهبر کره شمالی برای کشتن برادر ناتنی خود بوده است. چند ساعت بعد از وقوع این حمله چند طبعی کره شمالی که مزنون به دست داشتن در آن بودند مالزی را ترک کردند. از قاضی پرمنده خواسته شده تا شناسایی چهار نفر از این اتباع را که در کیفرخواست به عنوان عوامل شریک در کشتن کیم جونگ نام مطرح هستند بررسی کند. ترکیه و عدم نیاز به اتحادیه اروپا رئیس جمهوری ترکیه ضمن متهم کردن اروپا به پناه دادن به تروریست ها تاکید کرد به خاطر روند دوازده ساله مذاکرات پرپیچ و خم برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا آنکارا نیازش برای عضویت در این بلوک را کنار گذاشته است به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان یک سخنرانی در پارلمان این کشور گفت اگر بخواهم حقیقت را بگویم ما دیگر نیازی به عضویت در اتحادیه اروپا نداریم. با این حال اردوغان به طور کامل تمایل آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا را رد نکرد و گفت ما به این روند پایان نمیدهیم. ما طرفی نیستیم که تسلیم شویم. ترکیه آماده است تا به اتحادیه اروپا بپیوندد اما تنها به عنوان عضو سازنده و در خور احترام این بلوک اردوغان افسود اگر اتحادیه اروپا میخواهد گامی به جلو بردارد تنها یک راه وجود دارد و آن این است که به ترکیه حق عضویت را اعطا کرده و از طریق الحاق آنکارا به این بلوک باعث آغاز رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی شود اردوغان با اشاره به صبر و شکیبایی که کشورش از زمان ارائه نخستین درخواست در سال 1959 و امضای توافقنامه آنکارا در سال 1963 نشان داده گفت به نظر میرسد که اتحادیه اروپا در خصوص صبر و شکیبایی که ترکیه در این روند از خود نشان داده دچار سوء تفاهم شده است و این اتحادیه اروپا است که به ترکیه نیاز دارد وی افزود اگر اتحادیه اروپا الحاق ترکیه به این بلوک را میخواهد ما آماده ایم. ما از مشارکت در اروپا خرسند میشویم اما اگر خواستار الحاق ما به اتحادیه اروپا نیستند برای ما فرقی نخواهد داشت ما به راهمان ادامه خواهیم داد ما تا زمانی که پاسخی قطعی از جانب اتحادیه اروپا دریافت نکنیم این سیاست را حفظ خواهیم کرد عباس و هنیه درباره سفر دولت وفاق ملی فلسطین به غزه گفتگو کردند. به گزارش رویترز، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگوی تلفنی اقدامات و تدابیر لازم برای استقبال از دولت وفاق ملی فلسطین را که قرار است روز دوشنبه وارد غزه شود، بررسی کردند. دفتر سیاسی حماس در بیانیه ای اعلام کرد محمود عباس و اسماعیل هنیه یک شنبه شب تلفنی درباره اوضاع فلسطین به ویژه سفر اعضای دولت وفاق ملی به غزه گفتگو کردند. عباس و هنیه فضای مثبت در عرصه داخلی فلسطین استفاده از این شرایط برای بازگشت به اتحاد و یک پارچگی ملی و تحقق اهداف و خواسته های مردم فلسطین برای تشکیل کشور مستقل در سراسر این سرزمین با مرکزیت قدس را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف توافق کردند تماس ها و رایزنی ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم درباره موضوعات مختلف می بایست ادامه یابد. عباس و هنیه همچنین از تلاش های مصر برای برقراری آشتی ملی فلسطین استقبال کردند. یک هیئت امنیتی مصر به منظور نظارت بر روند آغاز فعالیت دولت وفاق ملی در نوار غزه روز یک شنبه از طریق گذرگاه مرزی اریز وارد غزه شد اعضای دولت وفاق ملی فلسطین به ریاست رامی همدالله روز دوشنبه وارد غزه شوند. قرار است نشست هفتگی هیئت دولت روز سهشنبه در غزه تشکیل شود. دولت اسپانیا و درگیری برای رفراندوم دولت اسپانیا با دستور حمله به محل برخی از صندوقهای رأیگیری تلاش کرد که رفراندوم استقلال برگزار نشود در جریان حمله پلیس اسپانیا تا لحظه تنظیم این گزارش 761 نفر مجروح شدند دولت کاتالونیا این رفتار دولت مرکزی را با رفتار فاشیستی دولت فرانکو مقایسه کرده است. Thank you very امکان تجدید نظر برای برخی افراد در برنامه های داکا محدوده زمانی برنامه داکا که مربوط به فراهم آوردن امکان زندگی برای فرزندان افراد مهاجر غیرقانونی است در پنجم اکتبر به پایان می رسد. در این میان برخی سازمان ها که خدمات بشردوستانه ارائه می دهند توانستند برای کسانی که پروانه آنها بین سپتامبر 2017 تا مارچ 2018 صادر شده امکان تمدید مجدد را فراهم سازند. این گروه هزینه مالی 150 نفر را برای تمدید این زمان به عهده گرفته است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه که قرار است به زودی وارد تهران شود میگوید در این سفر یکی از موضوعات کلیدی مورد بحث تحولات شمال عراق است او میگوید در سفرم به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیدار میکنم و پس از این دیدار نقشه راه را به صورت جدی مشخص خواهیم کرد اردوغان بار دیگر تاکید کرده که ترکیه اجازه تشکیل یک دولت کری در شمال عراق را نخواهد داد او گفت در حال حاضر هولوسی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به تهران سفر کرده روزنامه سبا که سخنان اردوغان را باستاب میدهد مینویسد دولت جدیدی در شمال عراق تأسیس نمیشود بلکه این یک زخم است که هر از چندی سر باز میکند اردوغان همچنین گفت اغلب مناطقی که اداره اقلیم کردستان به صورت یکجانبه آنها را جزی از نقشه خود کرده عرب یا ترکمن نشین هستند و بر اساس قوانین بینالمللی مناطق مورد مناقشه است. او گفت اینها میگویند کرکوک مال ماست در حالی که در تاریخ کرکوک شما اصلا وجود نداشتید روزنامه ینی یعنی شفق این سخنان اردوغان را چراغ سبزی برتش این کشور میداند برای آماده باش و می نویسد ترکیه ایران و عراق عملیات نظامی مشترکی برگزار می کنند. همین روزنامه می نویسد امریکا در اقلیم کردستان عراق و نزدیکی مرزهای ترکیه نیرو مستقر می کند. در سوی دیگر یک هفته پس از برگزاری همه پر در اقلیم کردستان عراق بک بزداغ معاون نخست وزیر ترکیه میگوید تمامی حمایت های ترکیه از اقلیم کردستان عراق قطع شده او از جمله به آموزش نظامی پیشمرگه های کرد و برخی حمایت ها در این زمینه اشاره می کند و میگوید از این پس تنها مخاطب ترکیه دولت مرکزی عراق است روزنامه استار در پی تحولات در اسپانیا می نویسد بارزانی در مقابل همه پرسی کاتالونیا سکوت کرده لازم به توضیح است که در جریان برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان کارلوس پوجدمون رئیس منطقه کاتالونیا برای مسعود بارزانی پیام تبریک فرستاده بود روزنامه ترکیه هم از قول ارغان می نویسد مبارزه جدیدی علیه تروریست ها آغاز خواهد شد در همین ارتباط از چند روز پیش و در دور تازه ای ارتش ترکیه مواضع پکاکا در شمال عراق را بمباران کرده اما آقای ارغوان روز گذشته مطابق معمول این ماه ها نهیبی هم به اتحادیه اروپا زد و گفت واقعیت این است که ترکیه دیگر نیازی به پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد او گفت اتفاقا این اتحادی اروپا است که اگر دنبال جهش اقتصادی و فرهنگی است باید از عضویت کشور ما استقبال کند ارغان گفت اگر چنین اتفاقی بیفتد با کمال میل برای آینده اروپا تلاش خواهیم کرد در این حال او گفت کشورش از روند مذاکرات با این اتحادیه خارج نخواهد شد اما تحرکات ارتش ترکیه در جنوب این کشور به ویژه در مرز سوریه طی روزهای گذشته شدیدا افزایش یافته تلویزیون دولتی ترکیه روز گذشته خبر از اعزام تعداد زیادی نیرو و تجهیزات جنگی به استان هاتای هم مرز با شمال غربی سوریه را داده. این نیروها و تجهیزات تحت تدابیر شدید امنیتی در نقطه صفر مرزی شهرستان ریحانلی مستقر شدند. ترکیه علاوه بر درگیری با پکاکا در شمال عراق، تحرکات نیروهای کرد یپگه در شمال سوریه را نیز با دقت زیر نظر دارد. در این حال خبرگزاری دولتی ترکیه خبر می‌دهد که ساخت دیوار مرزی این کشور در مرز سوریه به مراحل پایانی خود رسیده. ترکیه 711 کیلومتر از مرز 911 کیلومتری خود با سوری را دیوار کشی کرده. مقامات این کشور میگویند پس از دیوار چین و دیوار میان مرز امریکا و مکزیک این دیوار سومین دیوار بزرگ جهان است.